خب خیلی خوشحالم که فرصتیه توی کنفرانس جوانان با هم باشیم و کنفرانس در واقع زمستانه همراه با کریسمس و سال نو باشه که امروز به عنوان اولین جلسه در حضور خداوند تونسته باشید قوتی تازه بیابیم. هنوز سال تمام نشده، پس هنوز کار خدا تو سال 2014 تمام نشده. بعضی مواقع پایان یک کار شروع یک کار تازه است. آمین. اگر داره امسال تمام میشه، پس خدا میخواد یه سال تازه‌ای رو برای ما رقم بزنه. خوشحالم که به هر حال فرصتی هست که یه مقدار با هم صمیمیت‌تر و دوستانه‌تر و خودمونی‌تر با وقت‌های بیشتری کنار دیگه هم دیگه باشیم. و هدفمون این نیست که فقط بیام که توی کنفرانس شرکت کرده باشیم، بلکه هدف اصلی این کنفرانس یک تبدیله از زمین به آسمان، از زمین به زمین. آمین. که در واقع مفهوم صلیب هم همین نوع خواهد بود. اگه یه بخوام یه مروری بکنم با توجه به پیغامی که مرتضی جان داشت و دو تا پرستشی که از آنایتا جان و مریم جان داشتیم، پیغام کنفرانس اینه: خداوند چرا من اون چیزی که باید باشم نیستم؟ از نگاه خدا و از چشم خدا نگاه بکنیم. مدتی دارم فکر میکنم و شاید با چند تا از شما تا حالا وقتی که داشتم سر این موضوع صحبت کردم، و وقتی صحبت میکنم که تو چرا این هستی و تو چرا اینطوری هستی یا چرا تو این شرایط هستی یا چرا عوض نمیشی، اکثرا برمیگردن سریع به گذشتهشون و یک مروری میکنم. برادر اگه بدونی من چه کشیدم، برادر اگه بدونی من چه زندگی داشتم، برادر اگه بدونی که من چه سختی هایی، چه پیچ و پیچ هایی طی کردم تو زندگی، چه فراز و نشیب هایی تو زندگی تجربه کردم، اگه بچگی منو بدونی، اگه دوران تینیجری منو بدونی، اگه وضعیت خانوادگی منو بدونی، اگه بدونی دوستانم، اگه بدونی چه اتفاقایی من تو این مسیر زندگی به سرم اومد، الان تازه وقتی میگم خدا رو شکر برای این چیزی که هستم. ولی یک سوالی که تقریبا از همشون پرسیدم این بود: تصور بکن یک لحظه و چشماتو ببند، اگه تمام این دردهایی که تو زندگی تجربه کردی تجربه نمی کردی و جاش چیزهای خوب که آرزوشو می کردی اتفاق می افتاد، آیا تو اینی که الان بودی هستی یا یه چیزی متفاوت از امروز بودی؟ همه بدون برو برگرد جواب میدن مطمئنن یه چیز دیگه بودم، مطمئنن متفاوت بودم. گفتم خب همینجا یه استاپ بزن، تصور بکن حالا خدا داره، آیا این دردهایی که تو زندگی کشیدی از خدا بوده؟ نه. آیا خدا میخواست این همه سختی و مصیبت بکشی؟ نه. آیا خدا میخواست این همه بالا پایین بری؟ نه. پس اگر خدا نمیخواسته، پس خدا برای تو یک شخصیت دیگه رو در نظر داشته، یه پلان دیگه رو داشته که زندگی تو رو به یه شکل دیگه در آورده، یا خودت خواستی یا دیگران خواستن، همه چی دست به دست هم داد که تو یه شکلی دیگه داشته باشی، نه اون شکلی که خدا از ابتدا در شکم مادرت، با قول داوود میگه زمانی که استخوان‌های من رو در شکم مادرم شکل میدادی تو روزهای عمر منم میدونستی. پس تمام زندگی، پلان زندگی منو میدونستی که من یه چیز دیگه باید باشم، اما زندگی منو یه چیز دیگه ای کرد. من بعد یه جای دیگه می بودم، اما الان یه جای دیگه هستم. پس اصلا هدف پیغام کنفرانس اینه: چرا من اون چیزی که الان باید در خدا باشم نیستم؟ درسته گذشته من، و هم جالبه میگیم که گذشته من، گذشته من، گذشته من، و شرایطی که الان داخلش هستم باز اونم برمیگرده به گذشته من. پس گذشته من یکی از مهمترین مانع هاست، گذشته من یکی از بزرگترین، مثل یک کشی میمونه که در واقع نمیدونم شما تا حالا این بازی رو کردید توی منطقه ما، به هر حال این بازی انجام میشد، یک کشی رو در واقع کشای لاستیک مثلا دوچرخه رو میگرفتن، اوکی، و حالا بعض مواقع خود اون بود، بعض مواقع چند تا بزرگش میایم به هم گره میزدن، یک کش بزرگی میومد. بعد چند تا گروه بودیم، خب میامدیم داخل این کشه، ما از این ور میکشیدیم، اونا از اون ور میکشیدن، میگن کی کش میاد بالاخره. به هر حال یکی صورتش کش میومد، به هر حال اونی که میخورد زمین دیگه. این بازی بود که دائم در واقع
ما باید اینطوری میکشیدیم. چی میکشیدیم؟ انگار گذشتمون رو داشتیم میکشیدیم، انگار کسایی که پشت سرمون بودن، اونهایی وقتی بزرگتر شدن و در واقع با جنگهای روحانی آشنا شدن و تو خدمت شبانی افتادم، خدا یک بار اینو برام باز کرد. گفت یادت این بازی رو میکشیم و چقدر برای تو سخت بود که این کار انجام بدی که بالاخره اونایی که پشت سرتن رو بزنی زمین. گفت چطوری موفق وقتی میزدید زمین، میخوردن زمین، خوشحال بودی؟ میگفتی واج زدیم این زمین. چرا الان نمیتونی گذشته تو بزنی زمین؟ و گذشته مثل کشه که اون داره داره میکشه نمیذاره اون چیزی بشی که در واقع باید باشی. دائم فکر میکنی. و این گذشته ما در واقع فقط یک تجربه نیست، فقط یک درد نیست، فقط یک کتک خوردن، یه فوش خوردن، یه دست راست شدن، یه پدر بد داشتن، یه مادر بد داشتن، یه برشکستگی داشتن، یه شکنجه دیدن، فقط این نیست. برادرم راجعش صحبت کرد، این شده هویت من. من باور کردم من آدم بدبختیم، من باور کردم که آدم ضعیفیم. چرا دیگه این بدبختیش تو من شک گرفته، محکم شده، دیگه انگار کسی نمیتونه تکونش بده. آره من بدبختم، آره من مفلوجم، تا آخر عمرم باید همینطوری برم. اومدم یه ذره راجع به هویت بهم گفتن، خوشحال شدم، اما اینطوری میلنگم و میپرم بالا پایین، شادی میکنم، حتی شادیمون با لنگه، حتی خوشحالیمون داره میلنگه. چرا؟ چون گذشته من لنگ میزدم و الان شادم، ولی با لنگ دارم شاد میزنم. چرا؟ چون که هنوز اون شفا رو نگرفتم که در سلامتی شادی بکنم. آمین. این یه درده، گذشته من برای من یه درده و نمیذاره من اونی بشم که باید بشم و منو میکشه، مثل کش میکشه، انگار زورش بیشتر از منه. و جالب اینه که ما تو اون بازی ها یا یک نفر به یک نفر بود، یا یه 3-3 بود، یا 2-2 بود. مشکل اینه که من تنهایی هستم و یه جمعیت عظیمی دارن منو میکشن. پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، همسر، هر کسی که پشت سر گذاشت، همه با هم دارن منو میکشن و من تنهایی. اما کلام خدا میگه اونی که با ماست قدرتش بلندتر از اونی که پشت سرمون. آمین. اونی که داره کنار من داره این کشو میکشه، قوتش بالاتر از تمام کسایی که پشت من دارن منو میکشن. چرا من اونی نیستم که خدا میخواد؟ چرا من باید اینقدر در جا بزنم؟ اونم دائم از گذشتم، از گذشتم، از گذشتم، از گذشتم حرف میزنم، همش که از گذشتم. من تو حداقل امسال تو تمام سالهای شبانی وقتی با افراد صحبت میکنم، یه بار صحبت از فردا نمیکنه، یه بار صحبت از آینده نمیکنه، یک بار صحبت از در واقع سال آینده نمیکنه. دائم دارن گزارش گذشته، دیروز چه اتفاق افتاد، پریروز چه اتفاق افتاد، 2 ساعت پیش چه اتفاق افتاد، همش راجع به گذشته. دقت بکن، دقت بکن، همش راجع به یه ذره گذشته. قبلا چی گفت، اون چی گفت، این چی شد، این چی کار، این چی کار، همش چیزی که گذشته، فعل گذشته است همش. و کلام خدا میگه چیزهای کهنه در گذشت، مرد، مرده نباید تو رو بکشه. برای چی کلام خدا وقتی مسیح صحبت میکنه میگه میخوای منو پیروی کنی؟ چند وقت پیش داشتم این داستان میخوندم که وقتی چند نفر اومدن پیش عیسی، عیسی به هر کدومشون یه جواب داد. یه بار یکیشون گفت بذار برم پدرمو خاک بکنم و بیام. گفت بذار مرده ها رو خاک بکنن. خب این یه حکم شریعت بود، نمیخوام واردش بشم، میخوام یه درس روحانی دیگه که خدا برای من باز کرد. گفت میدین مشکل شما چیه؟ مشکل شما اینه که دائم با مرده ها سر کار دارید. مثلا مذهبی که ما اومدیم کلا مرده خیلی ارزش داره، چه خوبش چه بدش. پدر بمیره، مادر بمیره، دشمنت هم میمیره. یادم زمانی که هنوز ایران بودم، داشتم با قول قدیمی رفته بودیم قبرستون با یکی از دوستامون، گفت میخوام برم سر خاک پدرم. پدرش تازه فوت کرده بود. گفتم باشه، تنها نباشه، بره، دلش نگیره. داشتیم میرفتیم، همینطور که میرفتیم دیدم یه نفر نشسته بود سر یه قبری، هی داشت براش فاتحه میخوند و هی یه بدبیرا میگفت. بعد اولش نفهمیدم این چی میگه، بعد رفتم بعد گفتم
مثلا باشم چی میگه این فوزولی مون گل کرده ببینیم چه اتفاقی بود. یه زن نگاه کردم دیدی میزنه سر چیز دیگه یه بشنم به بقول معروف منطقه چی که میگفت میشه یه فور تایم آمد میگفت یه لعنتش میگه. بعد گفتم دوستان کیه؟ خب ببینم که به هر حال رفتم نگاه کردم دیدم که یه جور تاریخ تولد اون طرف که نوشته آدم همچین پیری نبوده، یه جورایی با سن این شخص یه جوری جور بیا، حالا شریک بودن چی بودن، رفیق بودن، کلا گذاشته سرش، مالشو برده، هر چی که بوده این دل سوخته بود. هم یه طرف میگه خدا بیا مرزت، هم هم میگه گور به گور بشی. آره دیگه، در واقع یه جوری میخوام اینو بگم که خیلی مواقع ما با حتی با اونهایی که در واقع خوشمون هم نمیاد باز انگار با مرده ها محمد سر کنه. تمام زندگی مرده ما برای ما زنده است. بعضی مواقع جالبه، سالهای پیش اولین باری که خدا یه مکاشفه ای راجع به این که ما میتونیم خیلی چیزهایی که مرده است زنده کنیم، حتی محبت مرده رو میتونی زنده کنی، امید مرده رو میتونی زنده کنی. خب اوایل ایمان که میومدن بیشتر راجع به خب واقعا یه مرده یه زنده کردن، مسیح میتونه، الان هم ممکنه اتفاق بیفته، راجع به این چیزا زیاد فکر میکردم. اما یه بار اولین باری که یادم یه مکاشفه بود که ورای مرده جسمانی مرده های دیگه هم هست تو زندگی که بقول معروف آدم میتونه زنده بکنه، امید مرده، محبت مرده، روابط مرده، قلب مرده، اینها رو میتونه زنده کنه. خب برام خیلی جالب بود، داشتم فکر میکردم که دیگه چی مرده میشه زنده کرد، این میشه چیزا واو واو، برام تازه بود که اینو داره با خدا داره یه چیزایی به من نشون میده اینا رو میشه زنده کرد، بس ما در مسیح این قدرت داریم اینا رو میتونیم در آدما زنده بکنیم. داشتم نگاه میکردم یه دفعه خدا یه تصویر بهم داد، خب گفت بدبختیای مردت هم تو میتونی زنده کنی. گفتم یعنی چی؟ گفت نگاه بکن دائم گذشته بدبختت هم داری بلند میکنی و زنده میکنی و تو قدرت داری حتی اونها رو هم زنده کنی. و واقعا تو زندگیمون توجه بکن، نمیکنیم، میدونیم مرده است ولی زندهش میکنیم. پس انگار یه جور ما قدرت زنده کردن رو داریم که هی میریم جنازه رو باز میکنیم، نقش قبر میکنیم، میکشیمش بالا، دوباره راجبش صحبت میکنیم. مثلا تو خانم ها این چیزا خیلی قویه. آمین که نپذیری، تا آخر عمر نپذیری. پس پیغام و مسیر این داستان چرا؟ چی مانع من میشه؟ میخوام شاید یه بنیانی رو بذارم، نمیدونم، فکرم 3 جلسه من دارم، درسته؟ توی این 3 جلسه بتونم 3 تا مرحله رو که بشه یه پکیج کامل رو برای شما باز بکنم که به چه صورت در واقع ما میتونیم اونی بشیم که خدا میخواد. گفتن 4 تا جلسه، اوکی؟ چطوری من میتونم اونی بشم که خدا میخواد؟ مطمئنا عزیزان پیغام های دیگه دارن، مسیر های دیگه رو به هر حال بررسی میکنن، زوایای دیگه رو هم تو پرستش هم تو پیغام ها بررسی میکنن. اما میخوام یه مروری بکنم روی بیس، شاید امروز روی پایه کار کنیم، اوکی؟ روی پایه کار بکنیم که ببینیم اصلا اولین در واقع عقب ماندگی و اولین چیزی که در واقع به باغ عدن برمیگرده اتفاق افتاد چی شد، و از اون یه درسایی بگیریم که پایه‌مون رو بذاریم برای قسمت‌های دیگه. میخوام با هم بریم به باغ عدن. باغ عدن یادتون میاد؟ شما خب همسن آدم هوا نیستی، یادتون نمیاد. اون موقع به هر حال ما بچه عدن هستیم، به همین دلیل به هر با عدن آشنا هستیم دیگه. به هر حال عدن توی ایران بوده، منطقه جنوب و قسمت عراق، به هر حال یه جوری ما اونجا رد شدیم. حالا کجای عدن بودیم نمیدونی، پشت باغ عدن بودیم، داخل عدن بودیم، ولی هرچی بود خبری از عدن نبود. ولی جالبه به شما بگم که میخوام اتفاقی رو که اونجا افتاده با هم بررسی کنیم و تصور بکنیم با هم بریم توی اون باغ با دوربین های فیلم برداریمون، بریم زوایای مختلف این باغ رو بررسی بکنیم. کلام خدا میگه خدا انسان رو شبیه خود آفرید، اینو ما میدونیم، اوکی؟ و در واقع در باغ عدن ببینیم چه اتفاقی میفته.
اگه دوستای کتاب مقدساتون رو باز بکنیم تا با هم یه مروری بکنیم به کتاب پیدایش باب 3. جالبه توی سری قبل بیشتر راجع به توهم یا ایلوژن با هم شنیدیم از مرتضی جان که در واقع چه توهمی اتفاق افتاد و در واقع اون چیزی که پذیرفته شد یه توهم بود. اما امروز میخوام یه بُعد دیگه‌ای رو از این موضوع با هم بررسی بکنیم و یه بُعد در واقع هویتی. جالبه میگه که و مار که از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود، باهوشتر بود، زیرکتر بود، حواسش بیشتر جمع بود. به زن گفت آیا حقیقت خدا حقیقتا گفته است که از همه میوه درختان نخورد؟ زن به مار گفت از همه درختان میخوریم، لیکن از میوه درختی که در وسط است خدا گفته آن را نخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شده مانند خدا عارف و نیک و بد میشید. آدم یه هویتی را از خدا گرفته بود و کلام خدا میگه شبیه اونم بود. زمانی که مار میاد و با آدم با حوا صحبت میکنه، در واقع میاد انگار این هویتی که از خدا گرفته بود شکل نگرفته بود، انگار هنوز صفر نشده بود، انگار هنوز فرصت این که آن چیزی که خدا بهش داده را باور بکنه و تو تجربه باورش بکنه انگار اتفاق هنوز نیفتاده بود. فقط یک چیزی شنیده بود و خیلی ایماندارا هم انگار اول باغ عدنن، در واقع میان راجع پادشاهی میشنون و اما انگار تو تجربه هنوز اینو تجربهش نکردن. راجع به اینکه من فرزند خدا هم، شبیه خدا هم، راجع به اینکه من اینم میشنون ها، ولی هنوز تجربه نشدن. چرا؟ چون هنوز شیطان نیومد اونها رو تجربه کنه. به همین راجع به صحبت میکنن اما توی تجربه انگار هنوز صفر نشده بود. به قول مرتضی میگن بستنی هنوز صفر نشده بود که به هویت تبدیل بشه. یه شخصیتی بود، یه چیزی جالبی بود، میدونستن شخصیت خداست که روی اونهاست، اما هنوز به هویت نرسیده بود. همینطور که مرتضی گفت هویت زمانی که دیگه شک گرفتی. میگن فلانی، میگه فلانی فلان آدمه. وقتی میگه فلان آدمه یعنی چه؟ تو تمام زندگیش دیدم این اینطوریه، چه خوب بد دیدم این اینطوریه، ها چه آدم مثلا خیلی صبوریه، خب دیدم یه روز دو روز یک سال دو سال چند سال من دیدم صبوره. پس هویتش رو در یک جمله خلاصه میکنیم یا بعدش هم حتی ما از این مواقع در یک جمله خلاصه میکنیم. پس در واقع چیزی که اتفاق میفته، مار میاد در واقع به آدم یه مفهوم تازه ای رو میده و توی این مفهوم تازه اینو میگه تو میتونی از آنچه که هستی تبدیل بشی و به یک چیز بیشتر متفاوتتر تبدیل بشی، از آنچه که هستی به یک چیز دیگه، به یک چیز عالیتر، یک چیز بهتر. اگر شیطان داره میگه تو میتونی، پس به نوعی این هوشیاری رو داشت که انسان این قابلیت تبدیل رو به جلو رفتن و به عقب رفتن داره، به صعود کردن و به سقوط کردن رو داره. کلن انسان توانایی رو در خودش داره، میتونه متعالی بشه، میتونه سقوط بکنه. این توانایی درش میدید. به همین دلیل در واقع با این اندیشه، به خاطر همین کلامیه هوشیار بود. وقتی میگه هوشیار بود در واقع انسان رو خوب میشناخت، خوب میشناستش. وقتی اسکنش میکنه دی دقیقاً یه سری اینفورماسیون راجبش میده که چه چیزهایی داره، قوتهاش داره، تواناییش، چه چیزهایی اجازه داره، چه چیزهایی درش وجود داره. پس این قوت تبدیل شدن رو در خودش به خودی خودش داره، تبدیل پذیره، این پتانسیل رو داره. به همین دلیل دست گذاشته رو هوشیاریش، اون میشناخت انسان رو و خدا را هم میشناخت. حالا اتفاقی که میفته، میاد سراغ در واقع سیامک. فکر کن من اون هوای اولی هم، نماینده اون هوای اولی، یه آدم اولی، هیچ فرقی نمیکنه، نماینده یکی از اونها. وقتی میاد در واقع یک مدلی رو از سیامک ارائه میده که یک سیامک متعالی تر، بهتر، قوی تر و در واقع پر از توانایی بیشتر.
در واقع میاد یه کپی از سیامک میکنه با یه بزرگ نمایی و با یه در واقع چیز بهتر ارائه میده. و در واقع داری میگه که تو میتونی از این سیامکی که هستی به یه چیز دیگه تبدیل بشی. نگاه کن، بزرگتر سایزش، توپلتره، قشنگتره، خب چیزای عالی تر داره. حالا از یه طرف خدا بهش گفته که از بین در واقع این سیامک و این سیامک یه درخت وجود داره، میگه برای این که تو این بشی باید از این درخت عبور کنی و این درخت در واقع بین منی که هستم و سیامکی که قراره بشه وجود داره. خوب دقت بکنید، در واقع اتفاقی که اینجا میفته میگه تو این چیزی که هستی به فریباش کار ندارم. اوکی؟ که چی گفته اینها زیاد وارد این جزئیات نمیخوام بشم. اینقدر خوندید، اینقدر شنیدید، اینقدر در واقع راجبش مطالعه کردید، به همین دلیل راجبی نمیخوام بپردازم. در واقع یه خود دوم از خود اولیه به سیامک میده. در واقع میشه دوتا خود. اینگه یه شبه و یه آینده از سیامک داره نشون میده که تو میتونی، تو میتونی. و سوال این آیه واقعا میتونه؟ بله میتونه، اما از این توانایی رو داره. من میخوام یه چیز منفی استفاده کنم، یه چیز مثبت به شما بگم. شیطان میدونه من میتونم، خدا هم میدونه من میتونم، پس ما میتونیم. ما چه بخوایم چه نخوایم انسانی هستیم که در حال تبدیلیم. چه بخوای چه نخوای، هیچ کس نمیتونه بگه من تبدیل نمیشم. حتی تصمیم میگیری که تبدیل نمیشی، این خودش یه تبدیله که تصمیم گرفتی تبدیل نشی. درسته؟ خودش یه تصمیمه، تصمیم گرفتم تبدیل نشم، پس برای جلو رفتن و عقب رفتن هم باز همونه. پس تو میتونی در واقع به نوعی تبدیل بشی، ولی اینکه چطور تبدیل بشی. میاد در واقع یه خود دوم از سیامک ارائه میده و میگه که اوکی تو این باش، اگر از این بخوری. حالا انسان یه طرف میمونه، من حرف خدا رو گوش کنم یا این سیامک عالی تر رو، من خودم باشم یا خدا باشم. این شبیه خدا بود دیگه، من خودم این خودی که شیطان داره معرفی میکنه، میگه من خودم باشم. خودش رو چی میبینه؟ این دیگه، این سیامک اصلیه الان، چون که پذیرفته داره راجعش فکر میکنه، سیامک اصلی اینه، یه عقب موندن. خب حالا من خودم باشم یا خدا باشم، من بین این دوتا الان گیر کردم. اگر درخت رو بخورم میشم خودم، اگر نخورم میشم خدا، شبیه خدا هستم. و در واقع من کدامش رو بخورم؟ در واقع بین یه دورایی گیر میکنه، بخورم یا نخورم. به خاطر همین سندی همین شعر رو یه دفعه گفت، حالا برم یا که نرم، اگر نرم کلا میره سرم. به خاطر همین یه دفعه رفت درخت داره خورد. خوب گوش کنین، اتفاقی که میافته، شیطان میدونی چی بهش میگه؟ میگه تو بیا، میدونم مشکل داری و بین خودت بودن و خدا بودن سخت انتخاب کنی، بیا یه کاری بهت میگم بکنم، بیا خودت باش تا خدا بشی. چرا؟ چون میگه اگر تو این بشی مثل خدا میشی. بیا خودت بشو تا خدا بشی. دقیقاً تزش همین بود. در واقع تو هم خودت راضی میکنی هم خدا رو راضی میکنی. هیچ کسی وسط معامله دعواشمون نمیشه. و اتفاقی که در واقع اینجا داره میفته، میاد یه خود جعلی رو میپذیره و اونجا تازه میفهمه پس من توانایی تبدیل شدن دارم، اما تبدیلی که به بالا نرفته، به سقوط رفته. اینا رو میدونید دیگه. راجبه میخوام بنیان اصلا سقوط چطوری اتفاق افتاد، زمانی که تصمیم گرفت یه خودی باشه. حالا خوب گوش کنید. و بعد وقتی خدا میاد با آدم صحبت میکنه که کجا هستی، خوب گوش کن. خدا یا نمیدونست مثلا آدم کجا رفته، قایم شده میگه ادی. آیا واقعا خود انسان قایم شده بود؟ پیغامی که، یعنی جمله داره اینطوری میگه، آدم
میگه چرا؟ میگه تو رو دیدم رفتم پنهان شدم. میگه چرا رفتی قایم شدی؟ اصل زبان عبری واژه‌اش اینه، چرا از من دوری میکنی؟ چرا از من فاصله میگیری؟ چی بین من و تو فاصله انداخته؟ بعد میگه آیا اون درخت فاصله انداخت؟ یعنی وقتی ادبیات عبری رو میخونی واژه اینطوریه، چرا از من خودتو قایم میکنی؟ چی بین من و تو فاصله انداخته؟ آیا اون درخت بین من و تو فاصله انداخت؟ و بعد میگه نه، این زنه باعث شد بین من و تو فاصله بیفته. یعنی تصویر و تعبیر زبان عبریش اینو میگه، این زن باعث شد بین من و تو فاصله بیفته. بعد اونم میگه این شیطان اومد باعث شد بین من و تو فاصله بیفته. تمام پیغام داستان صحبت از یک فاصله است. خب تا اینجا رو میخوام داشته باشید. اما از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته، ما توی کتاب مقدس با در واقع یک واژه‌ای روبرو میشیم که اولین بار در باغ عدن راجبش صحبت میشه و اونم واژه قربانیه. اولین بار تو کتاب مقدس تو باغ عدن با واژه‌ای روبرو میشیم که در واقع تحت عنوان قربانی او را معرفی میکنه. کلمه قربانی از در واقع میخوام چند تا واژه رو برای شما باز بکنم و روی این چند تا اصل رو برای شما توضیح بدم. ما در کتاب مقدس چند واژه داریم به نام قربان، قربانی و مذبح که معمولا تو ادبیات ما همه رو تحت عنوان قربانی، وقتی میگیم قربانی همه اینها تو ذهنمون میاد، اما میخوام ادبیاتشو. کلمه قربان از ریشه کلمه قرب میاد و قربانی در واقع از ریشه همون کلمه به نوعی قربان میاد و مذبح ریشش میشه مذبح، که در ادبیات ما به نوعی زیاد نزدیکه و استفاده میشه. خود قربانی یه پیغامی داره. قربان به معنی یا قراب به معنی میل به نزدیک شدن. وقتی یه نفر میلی داره، انگیزه ای داره، یه تمایلی داره که نزدیک بشه، خودش یه پیغامی داره که من دورم، مایلم نزدیک بشم. درسته؟ وقتی نزدیکی که دیگه نزدیکی نمیخواد، وقتی دوری رو احتیاج به نزدیکی داره دیگه. پس خود واژه داره یه پیغامی میده که یه فاصله ای بین دو نفر هست، بین دو تا چیز هست، بین دو تا مکان هست. پس اگر فاصله است، قرار این فاصله برداشته بشه. یه کلمه قرب یا قربان داره به این میگه، میل، انگیزه، اشتیاق، آتش و تمایل برای نزدیک شدن. پس اول یه تمایلی در قربه در واقع شخص رو داره عنوان میکنه. خوب گوش کنید، کلمه قربانی یا قربان صحبت از ابزاریه که برای نزدیکی تو استفاده میکنی. خب من میل دارم، اما فقط میل داشتن کافی نیست، تو باید یه چیزی هم برای نزدیکی بیاری. که کلام خدا این موضوع رو تحت عنوان بعد میبینیم، به عنوان میگه هدیه. مذبح یا مذبح چیه؟ مکانی که این نزدیکی اتفاق میفته، بالاخره این فاصله برداشت نمیشه، اون نقطه ملاقات در واقع برداشته شدن این دوتا فاصله رو بهش میگن مذبح.
این نزدیکی اونجا اتفاق میفته. پس این ستار باشه رو داریم؟ پس خودش داره میگه یه چیزی فاصله است. و جالبه که تو کتاب مقدس میبینیم که اولین بار کی قربانی میده؟ خدا. چرا قربانی میده؟ خدا داره میگه که من میل دارم، تو یه کاری کردی بین تو و من فاصله افتاده و تو یه خلافی کردی، تو یه خطایی کردی، تو تصمیم گرفتی یه خودی دیگه باشی، نه اون چیزی که من به تو دادم، با اون چیزی که به تو داده بودم راضی نیستی. به خاطر همین دارم بهت میگم اگر ما این تجربیات رو نمی کردیم، شیطان تو باغ به سراغ تو نمی آمد، به سراغ سیامک نمی آمد، به سراغ ابراهیم نمی آمد، به سراغ این نمی آمد، تو الان یکی دیگه بودی. پس من بیام اون استانداردی رو که خدا میگه رو بذارمش کنار به عنوان یه فوربیلد، هرچند نیستم ولی من بذارم شما رو فوربیلد، اما تجربه سقوط کرده باغ عدمی هم اینجا هم الان که من و شما ایم الان، درسته؟ نمونه سقوط کرده شیم دیگه، ولی یه نمونه استاندارد هم اونجاست. پس خدا میگه که تو باید اینجا میبودی، چرا الان از من فاصله داری؟ چی بین من و تو فاصله انداخته؟ پیغام اصلا کنفرانس اینه، چی بین تو و خدا فاصله میندازه؟ هزار و یک چیز، خیلی چیزا هست که بین من و او فاصله میندازه. ولی جالبه خودش اولین قدم رو میگه خودش رو من قربانی داد، گفت چه کار کن؟ میگه اومد خودش گفت تو تصمیم گرفتی یکی دیگه باشی و از من فاصله گرفتی، ولی هر کاری که بکنی من دوست دارم به تو نزدیک بشم. به همین دلیل خودش اولین قربانی رو داد. تو فاصله گرفتی اما من میخوام فاصله رو بردارم. بعدم میرسیم این خوب داشته باشا، چون بعدم وقتی تو مبحث محبت، تعریف محبت از زبان اصلیش برای شما میکنم، اونجا توضیح میدم که واژه‌ای که در زبان عبری راجع به محبت صحبت میکنه، خب راجع به یونانی میدونیم خیلی چیها میده، اما واژه‌ای که راجع به محبت صحبت میکنه به چی داره اشاره میکنه. و خدا میگه من میخوام نزدیک بشم. یک، میلشو دارم، برابشو دارم، دو، ابزارشو دارم، و سه، میاد اونجا مذبحی، در واقع یه مکانی که میخواد این فاصله رو برداره. اما بعد از اون ما میبینیم که توی باغ عدن میرن بیرون اینها، میگه لباس میکنه تنش که همه اینا معنی داره، همه رو میدونید، تو تمام کلاس ها به هر حال باهاش آشنایی هستید. اما بعد میبینیم دو تا پسرهای او میان قربانی میدن. برای چی؟ چون میدونن این نسل، نسل فاصله گرفته است. و اون برادر میگه یه قربانی میده، این هم یه قربانی میده. خوب گوش کنید، بعضی ها سوال میکنن چرا قربانی اون قبول شد، قربانی قبول نشد؟ بعضی هم الهیاتشون یه دفعه گل میکنه، آخه به خاطر اینکه خونی بود، مال این درخت و گیاه و نمیدونم گندم بود. خب بیچاره اگه کشاورز بود گناه کرده؟ خدا کشاورزا رو دوست نداره؟ خب نداشته، چیکار بکنه؟ این الهیات مندرآوردی زیاد هست این روزا. نه این جنسش خون بود، به عیسی مربوطه، پس باید این میداد. نه، کی گفته خدا امروز شیویتو نمیدونم کلم و گندم و نمیدونم جو قبول نمیکنه به عنوان قربانی یا به عنوان هدیه قبول نمیکنه؟ اصلا جشن شکرگزاری همینه، همش از محصول زمینه. ولی وقتی دقت میکنیم، خوب گوش کنید، اتفاقی که میفته، بریم توی باب 3، باب 4، خیلی جالبه. خود عمدن کتاب مقدس شغلشون عنوان میکنه، میگه بار دیگه برادر او هابیل زائید و هابیل گلبان بود و قائن کارگران زمین بود، کشاورز بود. قشنگ شغلشون رو میگه، برای چی؟ میگه بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه ای از محصول زمین برای خداوند آورد و هابیل نیز از نخوزاده گله خیش و پی آنها. دو تا اینجا واژه هست. وقتی میگه نخوزاده، معمولا نخوزاده وقتی به دنیا میادیم بره، تازه اش بقولان شیر نگرفتنش، میخواد تقدیمش بکنه به خداوند. و اون، اما اون داره راجبه چی صحبت میکنه؟ میگه بعد از گذشت ایامی. در واقع انگار خیلی حساب کتاباشو کرده بود، خیلی چیزها رو. اما پیغام اصلی اینه، قربانی چی میخواد بگه؟
این که بین من و تو فاصله است، اما چی بین من و تو فاصله انداخته؟ میبینی قربانی میاد، بعد میاد به نوح، بعد میرسه به اون، بعد میرسه به اون، میرسه به ابراهیم. از ابراهیم میخوام برای شما بگم داستان اینه. خدا ابراهیم رو انتخاب میکنه، میگه تو دوستمی، خوب گوش کن، تو دوستمی. تو که سه نفر تو کتاب مقدس دوست خدا بودن، ابراهیم بود، داوود بود و بعد موسی. این سه نفر بودن. میگه تو دوست منی. اتفاقی که اینجا میافته میگه که ابراهیم از زمانی که بچه دار شدی یه چیزی بین من و تو فاصله انداخته. این بچه رو خودم بهت دادم، تو که وعدش رو خودم دادم. وقتی سارا خندید، هدیه خودمه، مشکلی با اون ندارم، اما بین من و تو فاصله انداخته. ابراهیم تو که میگی منو دوست داری، چقدر منو دوست داری؟ چقدر منو دوست داری؟ تو ادبیات عبری وقتی راجع به عشق یا در واقع محبت صحبت میکنن، احب یا حبیبی از همینجا میاد، یا حبیبی یا حبیبی، محبوب، حبیبی، حب، احب. اینا میگه امروزه تو زبان عبری، حتی عربی هم همینه. وقتی میخواد بگه من پرتقال، میگه پرتقال میخوری؟ نه من پرتقال دوست ندارم، یا من پرتقال دوست دارم. واژه‌ای که راجع به دوست داشتن صحبت میکنه، خب خود یهودیایی که در واقع متدینن و کتاب مقدس خوب میشناسن، برای چیزهایی که در واقع برای خوردن هست، کلمه ای رو تحت عنوان در واقع احب استفاده نمی کنن. که من اینو دوست دارم، مثلا من ماهی دوست دارم. میگه تو اینو دوست داری؟ چیشه دوست داری؟ بگو من از خوردن ماهی لذت میبرم، نگو دوستش دارم. چون که دوست داشتن یعنی اون شدن و هر چی که داری به اون میدی. تو ماهی رو دوست نداری چون که داری جونش رو میگیری میخوریش. تو گوسفند گوش دوست نداری چون که داری میگیری میخوریش. تو بیچارش میکنی اونو، تو دوستش نداری. پس جمله دوست داشتن استفاده نکن. به همین دلیل، چون که دوست داشتن مال خداست، همینطور که نام خدا رو نباید به باطل ببری، این جمله رو نباید استفاده بکنی. بگو میل دارم و لذت میبرم از خوردن این، نگو دوستش دارم. چون که دقیقا همینه، تو برای پرتقال میگی که برای زنت و شوهرت میگی، و برای بچت همین جمله رو میگی. انگار بین پرتقال و بچت هیچ فرقی نداره، به همین استفاده نمیکنن. و خیلی متاسفم مثلا ارتدوکساشون که بخوان با ادبیات بر واقع عبری آشنان و متدینان استفاده نمیکنن این واژه، جمله ای استفاده میکنن. میگه تو اون جون بیچاره داره میگیری. میگه ابراهیم یه چی بین من و تو فاصله انداخته. در واقع از زمانی که تو این بچه اومده، این اسحاق اومده و از یه دردونت اومده که خودم هم بهت دادم، بین من و تو فاصله انداخته. میخوام قربانیش کنی. قربانی یعنی چی؟ ما چیزی رو قربانی میکنیم که دقیقاً دلیل فاصله مونه. ما همون چیزی رو باید قربانی کنیم که دلیل فاصله مونه. اگه فاصله بین تو و خدا پرتقاله، خدا از تو میخواد قربانی تو پرتقال باشه. اگه فاصله تو با خدا در واقع سیبه، باید قربانی تو سیب باشه. همون که فاصله انداخته، همون رو باید قربانی کنی، نه چیز دیگه. اگه بین تو و خدا سیب فاصله انداخته، بری انگور بکنی، خدا میگه چی کار کردی؟
یه چیز بیخود دادی تو. برای من اصلا برای تو مهم نیست انگوره، سیب برای تو مهمه. اینو باید قربانی کنی. به همین دلیل به ابراهیم میگه حاضری اون چیزی که بین من و تو فاصله میندازه رو قربانی کنی؟ ابراهیم حالا باید انتخاب کنه. خوب گوش کنید. وقتی ابراهیم داره میگه اون چیزی که دوستش داری، در واقع ما رو میبره به باغ عدن، اون چیزی که تو شدی الان، میخوای بشی، و این چیزی که خدا تو رو میخواد و اون چیزی که قراره بشی. ابراهیم با قربانی کردن اسحاق داره خودش قربانی میکنه، داره خود ابراهیم میمیره. اون چاقو زیر گردن اسحاق نیست، زیر گردن رگ ابراهیمه. ابراهیم داره خودکشی میکنه، داره خودشو میکشه، چون که بچهش خودش بود، جونش بود. و خدا میگه حاضری خودتو؟ یه خود دوم اومده وسط الان. متوجه شدید؟ این خود دوم داره قربانی میکنه. اون چیزی که برای تو محبوب تر از اون چیزیه که بین من و تو، بین آدم و خدا چی فاصله انداخت؟ خود آدم. بین تو و خدا خود تو فاصله ای. اما یه خود جهلی، یه خود دروغی، یه خود متفاوت، خدا میگه اونو باید قربانیش کنی. فاصله انداخته بین من و تو، نمیذاره. حتی من میخوام کار بکنم نمیذاره، و تو نمیخوای بکشیش. و تمام پیغام در واقع قربان، آیا میل داری که بکشی خودتو، میل تو، نفس تو، اون شخصیت دوم تو؟ بعد میگه کی و کجا. جایی که عهد بسته میشه، میشه مذبح. مذبح زمانی که اتفاق میفته. جالبه، میگه ابراهیم رفت اسحاقشو برد، هیزمن برد، همه چی رو برداشت برد اونجا، و بعدش میگه قربانی کجاست؟ میگه با من بیا اسحاق، قربانی توی تو بین من و او فاصله انداختی. چون جمله‌ای که اسحاق داره میگه، میگه پدر همه چی هست، قربانی کو. متوجه شدید؟ ما بعضی موقع میخونیم میریم جلو نمیفهمیم چی میخواد بگه. فی اسحاق خود تو فاصله ای، چون که تو شدی وجود من، همه زندگی من. تو قبل غیر پدر مادر همه چیمو زدم، اما از زمانی که تو اومدی شدی همه چیز من، و بین من و تو فاصله، بین من و پدر فاصله، بین من و خدا. و من به من گفته اگه منو دوست داری میخوام بهش ثابت کنم من تو رو دوست دارم، میخوام بهش ثابت کنم، و میبرم اونجا. اما جالبه میدونی که اسحاق چه قبول میکنه؟ قبول میکنه. حالا بعضی مواقع ممکنه اون چیزی که بین ما هست قبول نکنه و نمیخواد، که بعدا بهش میرسم که اگر نمیخواد چی کار کنم. اسحاق خواست، مشکل ابراهیم فقط نبود، ولی این قبول میکنه، میگه باشه، اگه من بین تو اون فاصله هم، من میرم کنار، من میرم کنار، نمیخوام بین تو اون فاصله باشه. و اتفاقی که اونجا میفته، میگه زمانی که کاردشو برداشت، همه تصمیماشو گرفته بود، نمیخوام بین من و تو فاصله باشه، اون چی که فاصله است قربان منه، مذبح میذارم و قربانیش میکنم. و اتفاقی که اونجا میفته، خدا میگه و ابراهیم دست نگردم. ابراهیم همینطور نگه نداشته بود که خدا یان صداش کنه، یه نیم ساعتی دست و دستش بود. میگه همین که چاقو رو بالا برد، یعنی اینقدر تصمیم بود که خدا میگه اگه الان بهش نگم زده،
توی خدا با اصل اسحاق مشکل نداشت. اونجا سوال، اسحاق زنده از این داستان رفت بیرون، اما ابراهیم مرد، خودشو کشت. ولی مرد ابراهیم واقعا، و خدا چون یه دید ابراهیم مرد، گفت کافیه دیگه، من نمیخوام کسی اینجا بکشی، تو مردی. متوجه شدی این داستان این برای چی صحبت میکنه؟ این واژه میگه تو مردی ابراهیم، ثابت کردی که به خاطر من خودتو میکشی. و این خودکشی ابراهیم بود، نه کشتن اسحاق. اتفاق اصلا در درون ابراهیم افتاد، اما توسط اون قربانی. و چی بین ما و اون فاصله انداخته؟ تمام پیغام قربانی راجبه یه عشق داره صحبت میکنه، راجبه یه محبتی صحبت میکنه. و جالبه توی قسمت‌های بعد برای شما توضیح خواهم داد، اینجا سعی می‌کنم بحث رو ببندم. اول اون چیزی که نمیذاره همون چیزیه که باید قربانیش کنی، اما برای قربانی کردن توی قربان می‌خوای میل. ممکنه ما قربانی رو بشناسیم، اما قربان یه قربونت بگردم اونو نداریم. اون قربونت برم رو نداریم. قربانی رو داریم، اون چی که مانست داریم، میدونم چیه، خودمون میدونیم چیه، خب اما میلش نیست. اون میلی که بگی قربونت برم اون نیستش، هر نیومده اینقدر، چون که اون عشق که بیان فبگی قربونت برم نیست. به خاطر همین همیشه مذبح خالیه، هیچ وقت روی مذبح هیچ اتفاقی نمیفته. قربانی تو زنده است و مذبح هم خالی، و همین که هست میریم جلو و میریم جلو و میریم جلو. بعد میگیم خدا رو دوست داریم. نیست، نمیخوام با محکومیت نگاه کنیم، میخوام درد رو بشناسیم. نیست، ولی میدونم انتهای امسال و این کنفرانس خدا حتما چیزهایی رو در همینجا مهیا میکنه که همینجا قربانی کنیم. این ایمان رو دارم، به خاطر همین امروز اینجا هستیم، وگرنه همینا میتونستیم توی کلیسا به شما بگم و بری جلو. این احتیاج شماست، احتیاج ماست، احتیاج دنیاست، احتیاج مسیحیاست. و بعد تو جلسات آینده بهت میگم، وقتی کتاب مقدس قربانی صحبت میکنه، 5 تا قربانی رو عنوان میکنه تو کتاب لاویان. 5 تا قربانی. میدین یعنی چی؟ یعنی بین ما و خدا 5 تا رابطه شکسته هست، و خدا 5 تا قربانی میده، میگه برای همش باید یه قربانی بدی تا برگردی سر جای خودت، که با امید خدا تو جلسه آینده راجع به این 5 تا قربانی به شما میگم که چی فاصله انداخته، چی بین من و اون رابطه رو شکسته. این 5 تا رابطه شکسته چیه؟ فقط یه قربانی نیست. تو کتاب مقدس وقتی میگه 5 تا قربانی، پس 5 تا رابطه شکست است، که 5 بعد رابطه ما رو نشون میده، که راجع به این مفصل صحبت خواهم کرد. بیا با هم دعا بکنیم. برای اینکه پایه باز بشه و بنیانش گذاشته بشه کافیه. خداوند، به نام مسیح، میدونم آنچه که تو از ما میخوای غیر ممکن نیست. سخت هست، اما غیر ممکن نیست.
در داره اما محال نیست. تو میدونی ما میتونیم. میتونیم. شیطان هم میدونه ما میتونیم. اما خودمون شاید اینقدر باور نداریم که میتونیم. اما از دشمنمون بپرسیم، اون میگه میتونی. چرا؟ چون که میدونست میتونی ما رو به بدی تبدیل کرد. به دوستمون خدا نگاه کنیم، اونم میگه میتونیم، چون که میدونه ما رو خلق کرده شبیه خودش، که آنچه که بخوایم در مسیح قوت انجامش رو داریم. خداوند، میخوام به نام مسیح تو این ایامی که هستیم، یا عزیزانی که خداوند برنامه های ما رو میبینن یا پیغام ها میشنون، خداوند میخوام به نام مسیح تو انتهای امسال یا شاید اول سال آینده نگاه کنن، خداوند باشه که یک شروع تازه. میدونم خداوند مانه هایی که بین هر کدوم از ما و تو هست با هم فرق میکنه، و میدونم قربانی هایی که باید بدیم فرق میکنه، شاید تک و توک مشترک باشه اما باز فرق میکنه. خداوند، میخوام توی ایامی که هستیم به هر کدوم از ما دلیل فاصله هامونو بگیم، اما میدونم دلیل اول خود من بزرگترین فاصله بین خودم و خدا هستم، اما نه خودی که خدا ساخته، خودی که این دنیا و شیطان ساخته، هویت جعلی و هویت در واقع غلطی که این دنیا به من داده، این بین من و خدا فاصله است. خدا، من میخوام به نام عیسی مسیح، اگر بررس، اگر کبوتر، اگر گاو شده یا شتر شده، مهم نیست. خداوندا تو این چند روز خداوندا به من فیض و قوت تصمیم بده، هم خداوندا اون قربش، خداوند اون میلش در من باشه، قربانیم که حاضره، مذبحم حاضره. خداوند و مذبح رو بدون قربانی ترک نکنم. میدونم خداوند و افرادی که اینجا هستن تو رو دوست دارن با تمام بالا پایین ها. میدونم که آوردشون اینجا خداوند که انتهای امسال رو بشه شروع سال آینده مبارک، آینده خداوند را که متفاوت از گذشته باشه. هر چی که ما را از گذشته خداوند را مثل یک کشی داره میکشه، امروز اونها نیست به نام مسیح، حتی خوباش یا بعدش، خداوند را توی چند روز قربانی کنیم. خداوند را فقط اون لحظه قربانی خیلی درد داره. وقتی درد میان خداوندا اون لحظه رو کمک کن که ما منصرف نشیم. وقتی میخوایم قربانی بکنیم، چشمانمون رو ببندیم و قربانیمون رو بکنیم. چرا که میدونم خداوندا قربانی در قلب من اتفاق میافته و در فکر من و احساس و اراده، و اون است قربانی مقبول تو. اون زمان روی آتش میذارمش و بوی خوشش تا به آسمان خواهد آمد. باشه که خداوندا قربانی های من مقبول تو باشه. به نام مسیح باشه گذاری. آمین. 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 خدا شما رو برکت بده. میدونم که خدا با ما کار داره. آنچه که شما دارید میشنوید شاید هیچ وقت به کلیسا هم نگفتم، به عنوان اولین باره این پیغام رو با شما در میون میذارم. پس همین یک قلب خداست که به طور خاص داره با شما در میون میذاره. وقتی میگفتم خداوند رو یک چیز کاملا متفاوت و نو برای بچه ها باشه که واقعا زندگی هاشون تبدیل بشه، جوانن، میخوان و میتونن. آمین.